بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. مهمترین کاری که خدای مهربان بر عهده همه پیغمبران و امامان گذاشت، علاج شدیدترین و بدترین و خطرناکترین بیماری بود. این خطرناکترین و شدیدترین بیماری که با همین لفظ هم در معارف الهی ذکر شده و پیغمبر عظیم الشأن اسلام هم به همین صورت از این بیماری تعبیر کرده، شدیدترین و بدترین جهل بشر بوده. انسان وقتی که جاهل به عالم باشه، جاهل به خودش باشه و جاهل به موقعیت خودش باشه و جاهل به سرمایه‌های عظیم وجود خودش باشه، در فضای این جهل هزینه فقط شکم و شهوت خواهد شد. یکی از سوره های قرآن مجید سوره ایه که به نام خود پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اوائل این سوره پروردگار می فرماید الذین یتمتعون، کسانی که فقط هزینه لذت می شن. تمتع یعنی لذت. منظور از این تمتع هم لذت‌های بدنیه که امیرالمؤمنین می‌فرماید نهایت لذت بدنی تازه ارتباط مشروع یک مرد و یک زنه. و یأکلون، و کسانی که فقط هزینه خوردن میشن. یتمتعون و یأکلون. بعد پروردگار میفرماید اینا این لذت بریشون و هزینه شکم شدنشون اونها رو مانند
چهار پایان در این دایره خلقت قرار داده: کل، انعام، یتمتعون و یأکلون. کل انعام عاقبتی و جایگاهی اینها جز دوزخ ندارند. فنارو مسوان لهم. البته طبق این آیه جنایت اینا رو اگر آدم بخواد تحلیل بکنه واقعا یک کتاب میشه. من یک گوشه از خیانت اینها و ظلم اینها و جنایت اینها رو براتون عرض میکنم، یک گوشه کوچکشو. اونایی که جاده حقیقت رو طی کردن، اونایی که اهل دلن، اونایی که اهل فهمن، اونایی که یه عمری واقعا دنبال ارزش‌ها بودن، این بزرگواران یه مطلب زیبایی رو بر اساس هزار آیه قرآن و یک فصل کامل از روایاتی که اولین کسی که منظم جمع کرده مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد اوله، این بزرگواران با توجه به اون هزار آیه و با توجه این فصل بسیار پر ارزش اول اصول کافی، که حالا اگر بشه یکی دوتا از اون هزار آیه رو، یکی دوتا از اون روایات رو براتون میخونم که ببینید عظمت این فرهنگ اسلام و توجهی که به ارزش‌های حقیقی داره تا کجاست. و از طریق همین آیات و روایات چگونه خدا رحمت و محبتشو به انسان اعلام کرده. اینا می فرماین اگر، ببینید این محصول هزار آیه و صد صفحه روایته، شاید هم بیشتر. می فرماین اگر تمام عالم طبیعت رو تشبیه به یه درخت کنی، بگیم جهان یک درخته که قبلا بسته بود و به صورت گاز درهم فشرده سدیم بود که قرآن مجید از این گاز تعبیر به دخان میکنه، یک گازی که کمی رنگ دود داشت و بعد خداوند متعال این گاز درهم پیچیده ساخته شده رو شروع کرد به رشد دادن، وسعت دادن، گسترش دادن تا این آسمان ها و کهکشان ها و صحابی ها و کرات به وجود آمد که پدید آمدن عالم از این گاز در خطبه اول نهج البلاغه خوندنیه. یعنی هنوز هم این خطبه جلوتر از دانش دانشمندان امریکا و اروپا و شرقه. اون دانشمندانی که درباره
تکون خلقت و به وجود اومدن خلقت و تبدیل این گاز به این جهان نظریات علمی مهمی دارن که یکی از اونها لاپلاس فرانسویه که هنوز نظرش کهنه نشده، با اینکه خیلی وقت از این نظر گذشته، من تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اما شما کتاب ها رو جلو خودتون بذارین، مثل کتاب پیدایش زمین، مثل کتاب حیات و مرگ خورشید، مثل کتاب از جهانهای دور، مثل کتاب هیئت در اسلام. هیئت با هی دو چشم یعنی جهان آفرینش، و مثل کتاب افق دانش و امثال این کتاب ها رو که من خودم هم این کتاب ها رو خوندم. شما این مجموعه رو بذارید مقابل چشمتون، نظریات مهمترین دانشمندان جهان رو با هزاران ابزار که اینا به کار گرفتن تا به این معانی رسیدن که این پدیده خلقت چگونه به وجود آمده، و خطبه اول نهج البلاغه رو یه چهارم شد، چون حضرت بعد از اون یه چهارم وارد خلقت آدم میشه و بعد وارد بحث انبیا میشه و بعد اشاره به حج میکنه. شما همون یه چهارم خطبه اولو بسنجید با این کتاب ها و با آخرین تحقیقات علمی، ببینید که امیر المؤمنین در نظردهی نسبت به پدید آمدن آفرینش هنوز از دانشمندان جلوتره. کی امیر المؤمنین از این صف عقب میفته؟ هیچ وقت. چون علی بدون ابزار علمی، بدون داشتن تلسکوب و بدون داشتن میکروسکوب، اگر در مدینه این سخنرانی رو کرده باشن، در یه شهری نزدیک منطقه حاره، نزدیک خط استوا، که در زمان خودشون مردم یه قلم درست حسابی نداشتن یه چیزی باش بنویسن، اومده پدید آمدن آفرینش رو جوری بیان کرده که هنوز از دانشمندان جلوتره. مگه میشه امیرالمؤمنین از این صف عقب بیفته؟ مگه میشه؟ در تمام جهان کی روش کشورداری و روش ملتداری و روش سیاست مداری رو مانند امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشدر تا حالا ارائه داده؟ اگر این عهدنامه در ایران، در آسیا، در افریقا، در اروپا، در امریکا عمل بشه، با اینکه در 15 صفحه بیشتر نیست، جهان پر از عدل و داد میشه. هیچ دانشمند حقوق شناسی هم نمیتونه مافوق این مسائل رو بیاره، چون مافوقی نداره. هیچ مافوقی نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید پیغمبر به من فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل،
بیماری شدیدتر و بدتر از نفهمی نیست. حالا نفهم اگر نفهم بمونه باید هم دنیاش خراب بشه هم آخرتش. چرا؟ چون خیانتش کم خیانتی نیست. نفهم تمام عمرش باید در نفهمی هزینه شکم و شهوت بشه، چه خیانتی از این بالاتر؟ حالا خیانت رو ببینید. اینا بر اساس این هزار آیه و این روایات میگن اگر عالم یه درخت باشه، درخت کامل، درختی که رشدش دادم، پر قیمت ترین شاخه این درخت کدوماش؟ میلیاردها شاخه داره، میلیاردها شاخه، دریای شاخش، صحرای شاخش، کوه یه شاخش، ماه یه شاخه، خورشید یک شاخه، کهکشان یک شاخه، جن یک شاخه، حیوانات مختلف هر نوعیشون یک شاخه. تو تمام این شاخه ها پر ارزش در این شاخه کدومه؟ ببینید این آیه رو، ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم دیگه صحبت خود حضرت آدم نیست که بگیم خدا اونو داره تعریف میکنه، بنی آدم یعنی ما. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. با توجه به اینکه لغت کثیر در قرآن گاهی به معنی کل خب با این آیه که خدا نازل کرده و داره نظر میده راجع به انسان، با فضیلت ترین و پر قیمت ترین و با ارزش ترین شاخه این درخت انسانه، به چه علت؟ این مهمه. به چه علت انسان با ارزش ترین شاخه در میان تمام شاخه های این درخت؟ به علت این که خدا پر ارزش ترین و محبوب ترین و سودمند ترین و بهترین مخلوقشو در این شاخه قرار داده و اون عقل. و عقل باعث خیلی از ارزش هاست که شب گذشته شنیدی. اون چه کتاب مثبت، تمدن و آبادی و امارت در این عالم به وجود آمده محصول همین مایه است، محصول همین مایه، محصول این عقلیه که عاقلان این عقل رو با وحی، با انبیا، با امامان، با عالمان، با علم پیوند دادن و شب و روز کوشیدن اون چه در باطن جهله با کمک عقل و علم علاج بشه. و الان اگه اینطور نبود که ما هم یه حیوانی بودیم
دو پا هزینه شکم می شدیم و شهوت. اونایی که طول عمر هزینه شکم و شهوت می شن عقلشون در وجودشون اسیره، یعنی پر ارزش ترین حقیقت عالم رو به اسارت گرفتن. خیانت این بالاتر میشه که عقل رو در درون حبس بکنن و زمینه فعالیت براش فراهم نکنن و گوشی که ابزار عقله کنار صدای خدا و انبیا و امامان و عارفان و عالمان و اولیا و دانشمندان و اندیشمندان نگیرن، عقل به اسارت گرفته بشه و این گوش هم بشه گوش حیوانات، فقط این صدا رو بشنوه، بیبریم بخوریم، بیبریم دراریم، بیبریم یه جلسه است، ده تا دختر و پسر قاطی، نمیدونی چه لذتی داره. گوش یه عمر خرج این حرفا بشه، البته در هر سنی به تناسب اون سن وقاحت ها و افتضاحات آدرس داده بشه و صاحبش هم بگیره و بعد یه عمری هم که هزینه شکم و شهوت شد بمیره. قیامت هم که کسی نمیتونه ثابت بکنه دروغه. 114 کتاب آسمانی قیامت رو استدلال کردن، همه انبیا گفتن قیامت، همه ائمه گفتن قیامت. قمر بنی هاشم قمر بنی هاشم شده چون زندگیش بر اساس توحید و قیامت نقش گرفته. اون وقت اینا قیامت که وای میستن میبینن به همه دارن پاداشای عظیم میدن به پروردگار، بگن ما چی؟ خداوند بگه شما هزینه دو جا شدین، شکم شهوت، از اون بگیرین مزدتون. شکم تو دنیا چیکاره بوده که در آخرت باشه؟ غیر این که یه لقمه بگیر آدم زنده نگرده، کاری دیگه نمی کنه شکم. کار شکم اینه که نعمتها رو بگیره پخش کنه تو بدن، آدم نمیره. یا از شهوت طلب پاداش بکنید. کار شهوت در دنیا چیه؟ تولید نجسترین ماده و انتقالش گاهی از طریق نامشروع به نجسترین محل. قیامت چه محوری میتونه باشه؟ شهوت. امیر المؤمنین میفرماید به جابر ابن عبدالله انصاری که شهوت مرد و زن غیر از دو دستشویی کوچک نجس چیه در این عالم؟ جابر چیه؟ وقت ببینید یه عده عمرانه هزینه چی میشن؟ چی میشن؟ نهایت کار شکم چیه؟ که بهترین نعمت ها، زیباترین نعمت ها، خوشگلترین نعمت ها، خوشرنگترین نعمت ها، خوشبوترین نعمت ها رو بگیره و بعد تو دستشویی کثیفترین، بدبوترین، نجسترین جنس رو پس بده. یه مسترهای خیلی بو میداد، ابو سعید ابوالخیر با 7-8 داداش از بغل مسترهای قدیم رد میشد، هنو به مستراه نرسیده همه دم دواغا رو گرفتن ده فرار، ابو سعید وایساد و دم دماغش هم نگرفت. اونا رفتن 10 متری دیدن ابو سعید وایساده،
اونا وایستادن تا ابو سعید یه 10 دقیقه مون کنار این دستشویی و بو کشید و اومد. گفتن استاد چیکار میکردی؟ گفت شما که بورو استشمام کردین در رفتین دستشویی مستراح توالت دادش بلند شد. ما وایستادیم ببینیم چی میگه. برگشت به من گفت ابو سعید این شاگردای تو چرا من در رفتم؟ دیروز گذشته من تو مغازه ها زیباترین میوه بودم، خوشرنگترین میوه بودیم، خوشرنگترین نخودلوبیا بودیم، خوشرنگترین سبزیجات بودیم. ما که دیرو همه واسمون یقه پاره میکردن، به این تمیزی و پاکی 3-4 ساعت مهمون شما انسان ها شدیم، اینجوری شدیم، شما ما رو به این روز انداختیم، در میرین. این دو تا کار شکن. یه کار سومش چیه؟ یکیش اینه که نعمت ها رو بخوره، تو بدن به صورت سلول های زنده پخش بکنه، ما زندگیمون ادامه پیدا بکنه. یا زندگی خوب یا بد، یا حق یا باطل. یه هنر دیگه هم اینه که چاها رو پر بکنه، یه کاری دیگه نمیکنه که. شما فکر کنید تعطیل عقل، عقلی که اگه به کار بیفته هم تولید علم میکنه، هم تولید عبادت میکنه. اینا رو من آیات و روایات چون میگم بخوام بخونم 1000 آیه و 100 صفحه روایت. العقل حرف امام ششم، ما عبد به رحمان وکتوس و به الجنان. عقل حقیقتی است که به وسیله او خدا عبادت میشه و به وسیله او بهشت به دست میاد. حالا این سرمایه رو کسی باش کاسبی نکنه، عبادت نکنه، بهشت رو کسب نکنه، تولید علم نکنه، تولید وقار نکنه، تولید ادب نکنه، تولید تربیت نکنه، ظلم از این بالاتر. که خدا به آدم سرمایه بده بگه با این سرمایه کاسبی کن، کسب ارزش‌ها، بعدم رضایت من مال تو، بهشت من مال تو، و آدم بیاد به خدا پشت کنه، سرمایه را هم حبس کنه، فقط بره هزینه شکم و شهوت میشه. این از گناه زنا بدتره، از گناه کشتن دیگران بدتره. خیلی جالبه قرآن میفرماید در سوره تبارک الذی بیده الملک، کارگردانای جهنم که ملائکه خدا هستن، به جهنمی ها میگن شما به چه علت اومدین جهنم؟ به چه علت؟ خیلی جالبه، نمیگن ما نماز نداریم، روزه نداریم، حج نداریم، حجاب نداشتیم، رابطه نامشروع داشتیم، چون همه اینا تو همون دوتا مسئله ایه که جهنمی ها میگن. جهنمی ها میگن لو کنا نسمع او نعقل، ما اگر از این ابزار گوش برای تعقل و پخته کردن عقل و تولید عبادت و علم بهره می گرفتیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، امروز برای ابد در جهنم نبودیم. عقل خیلی با ارزش. یه کسی لب رودخونه دهنشو گذاشته بود تو آب، آب بخوره، یه حکیمی اومد گفت آقا اینجوری آب نخور. سرشو بلند کرد گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت آب رودخونه رو بخور. هیچ.
آدم نفهم، آدم جاهل. اومد جالب آدمایی که خیلی نفهمن خودشون خیلی فهمیدم نمایون میکنه، هیچی نمیفهمه با. اما آدمای عاقل همیشه میگن ما دنبال فهمیدن بیشتریم، تمومی هم براشون نداره، نداره. ما یه دانشمندی داریم، جوونا میشناسن این دانشمندو، ابو ریحان بیرونی، آدم خیلی باسوادی بود، آدم حکیمی بود، فیلسوف بود، کتابای مهمی هم داره ابو ریحان. در زمان خودشم به 3 زبان استاد بود: فارسی، عربی، هندی، زبان سانسیسکریت. خیلی استاد اون زبان. ابو ریحان در حال احتضار بود، یعنی نفسهای آخر رو میزد، یه 5 دقیقه مونده بود بیمیره. عالم منطقه، عالم شهر، که از علمای بزرگ شیعه بود، خبر شد که ابو ریحان آخر کارش، بلند شد اومد دیدن ابو ریحان. وقتی کنار بستر ابو ریحان نشست، ابو ریحان 2 دقیقه بعد مرد. تا چشمش به این عالم افتاد گفت: جواب فلان مسئله آقا چیه؟ اصلا بی توجه به این که داره میمیره، بی توجه به این که زن داره بیمه میشه، بچه ها دارن یتیم میشن، تا این عالم رو دید گوه آقا جواب اون مسئله علمی چیه؟ این بزرگوارم گوه آقا مال جوابشو بگم بلدم اصلا، به چه درد تو میخوره الان؟ گفت عالم به این مسئله باید بمیرم، نه جاهل. مرگ جاهل مرگ تلخیه. گو تا نمردم بگو. اونم جوابشو داد و بلند شد اومد از اتاق. بره بیرون صدای ناله زن و بچه ابو ریحان بلند شد. چقدر ارزش داره؟ گو به مردن من چی کار داری؟ جواب مسئله رو یادم بده، بذار عالم به این مسئله برم. هر چی آدم عالم تر و با معرفت تر و آگاه تر به عالم بعد بره، بیشتر مورد احترام پروردگاره، بیشتر مورد احترام انبیاست. عقل که وقتی پخته شد قرآن رو میفهمه، خدا رو میفهمه، دنیا رو میفهمه، خودشو میفهمه، انسان رو میفهمه. این که حضرت باقر میفرماید افضل المعرفت معرفت الانسان نفسه، بالاترین معرفت اینه که خودتو بشناسی کی هستی. تو یه موجود عاقلی، یعنی خدا پربهاترین و پرمنفعتترین مایه آفرینش رو که عقل در وجود تو قرار داده. تو باید سربالایی بری نه سرازیری. شیکم و شهوت سرپایینی آدم اینوری بشه، کله رو کرده طرف تنور جهنم و هی داره میره پایین. اینوری که بشه چون دنبال عقله، سر و کرده جانب خدا، هر چی میره به پروردگار نزدیکتر میشه، تولیدات مثبتش هم بیشتر میشه. هر چی بره بعد شبانه روزم یه 2 بار باید به دعوت شیکم جواب دادونم با لغمه پاک و حلال برون موندن.
بله باید به لذت شهوانی جسم هم جواب داد. برای اسماعیل به وجود آمدن و یوسف به وجود آمدن و برای این چهره‌های عظیم عالی انسانی به وجود آمدن، شهوت نه برای شهوت، ازدواج کارخانه آدم سازی باید باشه. آدم سازی. امیر المؤمنین به برادرش عقیل فرمود عجله نکن، خونواده ها رو بگرد، قبیله ها رو بگرد، من یه نشانه هایی بهت میگم، اگر در خانواده ای دختری به این نشانه ها پیدا کردی برای من خواستگاری کن. برادر من این زن رو میخوام، با او ازدواج کنم، فرزندانی خدا بخواد از اون زن به وجود بیان که اینا یار حسین من باشن. که علم کند به عالم، من بچه ای رو میخوام از این زن که علم کند به عالم شهدای کربلا را. ازدواج به این هدف، لذت به این هدف، زن جوان گرفتن به این هدف، دختر گرفتن به این هدف. اصل هدف رعایت بشه، لذت هم درش هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما شما ببینید از این خانومی که نه هم وزن حضرت زهرا بوده، نه هم وزن حضرت خدیجه بوده، نه هم وزن زینب کبرا بوده، فقط یه دختری بوده پاک، با عفت، دارای شرایطی که امیرالمؤمنین میخواسته، و خداوند از این ازدواج چهار تا پسر داد به این دختر. اولیش وجود مبارک قمر بنی هاشم. لذت که ببرید، چرا نبرید؟ اما با چه هدف؟ بخورید، اما با چه هدفی؟ بپوشید، اما با چه هدفی؟ تمام اینا رو بیارید زیر سایه عقل و عقل رو ببرید زیر سایه وحی، چون اگر زیر سایه وحی نره اشتباه کردنش زیاده. تمام رو زیر سایه عقل، عقل رو زیر سایه وحی، اون وقت ببینید چه زندگی پیدا میکنید، چه مالی، چه اولادایی، چه عیشی در دنیا براتون میسر میشه، و بعدم در آخرت. اون وقت با این زندگی خردمندانه، خرد گره خورده به وحی، یه مرگ منطقی هم براتون پیش میاد. البته پیغمبر میفرماد وقت مرگتون با یه چنین زندگی، وقتی چشمتون به ملک الموت میفته شدید غصه دار میشه. ملک الموت میگه برای چی قصه داری؟ به ملک الموت میگین زنم، بچم، نوم، همه دارم ازشون جدا میشم، خونم، مغازم، پولم. ملک الموت میگه بالا رو نگاه کن. پیغمبر میگه وقتی محتضر بالا رو نگاه میکنه جاشو در بهشت و قصرشو و محلشو نشون میده،
میگه که این جای خونت، اینا هم جای پول و مغازت، حالا میخوای بمونی تو همینا یا ببریمت اونجا؟ میگه نه ببرم اونجا، اما زن تو، بچه تو، نوه تو، دوماد تو، عروسه. ملک الموت یه پرده دیگر رو میزنه کنار، چشم شما به من و علی و حسن و حسین و فاطمه میفته. ملک الموت میگه اینم همنشینان عالم بعدت، میخوای حالا بیش زن تو بچهت باشی؟ من چند وقت دیگه زن و بچهت هم میارم پیش خودت، اون وقت چنان مرگ براتون شیرین تر میشه، شیرین میشه که دوست دارین دیگه ملک الموت گرفتن جانتون رو معطل نکنه. دایی قمر بنی هاشم بارگاه نشین ابن زیاد بود، بدبخت بیچاره. به ابن زیاد گفت دلم نمیخواد خواهرزادم کشته بشه. ابن زیاد گفت هر کاری میگی انجام بدم. گوی یه نامه بهش بنویس، خودتم مهر کن، بگو بیاد کوفه، یه استانی رو بهش بده، ثروتی رو بهش بده. ابن زیاد به قمر بنی هاشم نامه نوشت، داد به شمر، گفت قمر بنی هاشم قوم خیشته، این نامه رو ببر بهش بده. داییش بارگاه نشین ابن زیاد مرد نفهم جاهل احمد، شمرم قوم خیش نزدیکش، اونم از اون جاهلتر و نفهمتر، جنس دوپا امام حسین رو نکشته، جهل قاتل حسین بوده، جهل. اومد کنار خیمه ها، صدا زد، گو قوم خیشام کجان؟ وقتی صداش بلند شد، قمر بنی هاشم تو خیمه کنار ابی عبدالله بود، جواب نداد. امام حسین فرمود عزیزم شما رو صدا زد، برو ببین چی کار دارم. وقتی قمر بنی هاشم اومد بیرون، شم رو نزاش حرفشو تموم کنه، همین که گفت از ابن زیاد نامه اووردم، شمشیرشو از غلاف کشید، خیز برداشت شم رو بکشه. شم رو با نامه در رفت، قمر بنی هاشم هم صدا زد لعنت بر نامه نویس و تو نامه آور. اون وقت حتما در باطنش زبان حالش این بود، آب حیات من است، خاک سر گرد و جهان خرمیست، ما و غم روی ولول در شهر نیست، جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق جز قد دل جوی دور.
گر متفرق شود خاک من اندر جواب باد نیارد رو بود گرد من از کوی دوست. گر شب جران مرا تاخدن آرد اجل روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. بیرون بود خبر بهش دادن همسرتون پسر به دنیا آورده، امیر المؤمنین با چه عجلی اومدن خونه کنار بستر فاطمه کلابیه همسرشون نشستن، دو دست مبارک و دراز کردن، گنداغه بچه رو برداشتن، یه نگاهی به اون چهره مردانه کرد، نگاهی به اون چشم و قیافه کرد، آروم آروم مادر دید داره بند گنداغ بچه رو باز میکنه، دوتا دست بچه رو از گنداغ بیرون آورد، آستین پیراهن بچه رو بالا زد، شروع کرد بازوی بچه رو بوسید. در حالی که داره میبوزه مادر دید عشق از چشم امیر المومنین سرازیر شد. علی جان مگه در دست بچم عیبیه؟ نه همسرم، من دارم روزی رو برای این دست میبینم که تو نمیبینی. من دارم یه روزی رو میبینم که این دو تا کف دست وارد آب میشه، آب بر میداره تا کنار دهن میاره، اما اینقدر بچه جوان مرده که با لب تشنه آب رو بر میگردونه. من دارم یه روزی رو میبینم که 4000 دشمن بچم و محاصره میکنن، من دارم میبینم که دشمن دو دست بچم و از بدن جدا میکنن، من دارم میبینم حسینم میاد کنار بدن قده قده، صدا میزنه الالین که زر زهری با رفتن تو کمرم شکن، من قطع حیلتی بل کمد و قاتلی، عباس من اگه تا امروز غروب مردم منو نکوشن داغ تو منو زنده نخواهد گذار، عباس من الان که از کنار بدنت بلنشم برگردم هم بچه ها میان میریزن دورم سراغ تو راز من میگیرم، من جواب بچه ها رو چی بگم عزیزم؟
اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا،